Bien, vale, papá. Pare. Pacho, vamos, ya no hay con él. Corre, Ali, yo. Yo soy presidente, Ali. Kadar. Bir ayınca benim betleri kullanayım. Emir Ağa. Sarabala, sarabala. Ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kodun diye dombala yek yek a do se. İn bence cümleyi duvame. İna bakın itse. A do se. نه آ یک اینطوری بکنید یه لحظه بایستید یه ذره این اینا اینطوری کنید آ یک سه آ دو یک این الان اینطوری درسته بیا بالا بچه بیاین بالا صحبت نکنیم با هم بیا بالا بیا بالا جواب بده محمد ببینم جواب بده جواب بده بیا لبا جواب بده ببین چی میبینیم ضرب گفتیم وقتی رو این ضرب دیدی هندسه رو با هم جمع کنیم 21 23 25 21 23 25 رو با هم جمع بکنیم بچه مگر میتونم رسام آ 23 ضرب در آ 23 ضرب در آ 23 پس چه آ 23 به توان 3 چقدر خوبه 33 35 37 مگه نمیتونم بنویسم 35 ضرب در 35 ضرب در 35 بچا بچا حواستون به درس باشه چت بز کنار 33 ضرب در 35 ضرب در 37 میتونم بنویسم آ 35 به توان 3 پس میگم آ 23 به آ 35 کلن به توان 3 یعنی توان 3 رو کلن براش میذارم چرا توان 3 رو کلن براش میذارم میام توان 3 رو از رو هر دوتاش برمیدارم رو کلش میذارم خب حالا دو جمله میبینیم من یه سوال دارم بریم آ 1 رو بنویسیم از آ 23 کمک بگیریم من میگم از آ 23 کمک بگیریم اینکه آ 23 مگه آ 35 خودش طبقه 23 نبود ضرب در کیو چند بچه ها 23 12 تا فرق داره دیگه کیو 12 به توان 3 حالا آ 23 به آ 23 میره پس کلا میشه کیو به توان منفی 36 کیو اون چیه مگه جمله دوم رو تقسیم بر جمله اول کنم کیو به دست میاد دیگه کیو 2 آ 2 آ 2 بیا 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 آ 2 تقسیم بر آ 1 میشد کیو یعنی 1/3 پس میشه 1/3 به توان منفی 36 گزینه چند میشه؟ 3 میشه دوست باشید بچه با هم چند تر این کارا نیست یک یک بچه بگه یک یه بار دیگه میگم حاصل ضرب این جمله ها اندیسه شو 21 23 25 میتونیم برسیم 23 23 23 پس چه 23 به توان 3 33 35 37 میتونم برسیم 35 35 35 چون جمع انتظارش یکی میشه لا اله الا الله بچه زشته این حرکت ها در این کار رو میکنی تو چت ها میشه 35 به توان 3 دوتاش رو توان 3 رو اومدم رو هر دوتاش گذاشتم بعد آ 23 خودش آ 35 رو نمیستم آ 23 کیو 12 چرا؟ چون طبقه 35 رو میتونست بریم طبقه 23 رو 12 رو بریم برو آ 23 با آ 23 میره میشه یک داره یک کیو 12 به توان 3 کیو 12 یعنی کیو به توان منفی 12 ضرب در 3 کیو به توان منفی 36 میشه کیو هم اینجا دست آوردم یه حساب به توان منفی 36 حله بیا اینجا
خب حالا میخوام یه چی باحال بهتون بگم. بیاین بچه تو درس. زهرا کجا را؟ کجا را نمیفهمی؟ کیو جمله دوم دستا جمله اول دیگه. جمله دوم یکه. جمله اول هم سه. آدو یک سوم. آدو یکه. آ یک سه یک سوم. الهه. حواستو باشه بچه عدد رو عوض کردم اون موقع. برای میگم حواستون باشه. بریم. زهرا فهمیدی؟ زهرا آدو رو کردم یک، آیک رو کردم سه، عدد رو عوض کردم، اشتباه تایپ کرده بود. خب بیا اینجا بله من، بیا اینجا بله من. جلسه پیش که چی بهتون یاد دادم باحال اس ان تو تساوی عددی، خوب گوش بدین ها، سر بالا. اس ان تو تساوی عددی یعنی مجموع این جمله. ثابت کردیم مجموع این جمله میشه ان دومه بچه ها، آ یک به اضافه جمله آخر آین. این مال تساوی عددی بود. خب حالا همینه، میخوام تساوی هندسی چه بنویسم. یعنی چی؟ به جای جمع چی میشه بچه ها؟ ضرب میشه. میشه آ یک ضرب در آ دو ضرب در آ سه تا آ ان. به این چی میگن؟ حاصل ضرب این جمله اول. به جای حاصل جمع میشه چی؟ حاصل ضرب این جمله اول. آ یک به اضافه آ این چی میشه؟ میشه آ یک ضرب در آ این. ضریب چی میشه؟ توان میشه. یا خدا از این به بعد خانم آقایون حاصل ضرب این جمله اول میشه آ یک ضرب در آ این به توان این دوم. مثال حاصل ضرب ده جمله اول آ یک آ دو تا آ ده تو تساوی میشه جمله اول ضرب در جمله دهم به توان ده دوم یعنی پنج. خوب یاد گرفتی؟ پس حاصل ضرب این جمله اول اینطوری به دست بیاری. حاصل ضرب این جمله اول میشه آ یک ضرب در آن به توان این دوم. ثابت کردم. بریم من رو نگاه کن، تست رو نگاه کن. در یه دنباله هندسی حاصل ضرب هفت جمله اول یعنی آ یک آ دو تا آ هفت طول میکشه دیگه. ما گفتیم وقتی ضرب یه عالم جمله داشتیم یاد یک و دوی لاب بیافتیم. الان خیلی جمله است ولی به جای حاصل ضرب هفت جمله اول نقیه الان ثابت کرد. حاصل ضرب هفت جمله اول من میتونم بنویسم آ یک ضرب در آ هفت به توان هفت دوم شده 128. چقدر خوبه. گفته جمله چهارم بچه چی میبینیم بینش ضرب؟ وقتی ضرب دیدیم اندیسا رو با هم چی میکنیم؟ جمع. یک و هفت جمع میشه لام از سب چار میشه. پس چون چار هشت میشه میتونم بنویسم آ چار ضرب در آ چار به توان هفت دومم میشه 128. این یعنی آ چار به توان دو به توان هفت دوم. آ چار به توان دو به توان هفت دومم شده 128. این دوه با این دوه میره. پس آ چار به توان هفت شده 128. 128 هم دو به توان هفته. پس آ چار اون چه میشه بچه ها؟ دو. تموم شد و رفت. دیدی چه خوب؟ این برای کنکور سخت حساب میشه. خوب یاد گرفتی؟
بچه بازیه برای ما. زهرا صادقی این جمله اول نبود، از همون روش قبلی میریم هندیسا رو با هم جمع میکنیم دیگه. مثلا نگاه کن توی سال زهرا اینا نبود، 21 23 25 رفی هندیسا رو با هم جمع کردیم دیگه زهرا. بله بله حل سالا رو میذارم تو چانه. بله محشاد ریزدی آچار برابر دو میشه، چرا چهار؟ آره بله برای دست جمله همتون آخرش ها نگاه کن این دوه با هفت دومه با این دوه رفت شد آچار به توان هفت، 128 هم نمیشتم دو به توان هفت، هفته با هم رفت آچار شد دو. باید همینطور. خب حالا ببینیم الان سال بعدی گفته توی دنباله هندسی مجموع ها مجموع جملات اول سوم برابر چهل، مجموع جملات اول سوم برابر چهل، مجموع جمله دوم و چهارم برابر هشتاد. اگه ببین من مدل تستای الان کنکور چی بهتون گفتم؟ گفتم تستای کنکور چند مدل بیشتر نیستن، تستای کنکور یا مجموع بهتون میده، ببخشید تو تستای تصاعد هندسی. خب الان سریع برات یه جمع بکنم کیفش کنی یا کن. سه حالت داریم، یا مجموع دو یا چند جمله است که یک و دوی لاب رفتیم، بعد تو این هم یاد گرفتیم یه چیز جدید ام الان یاد گرفتیم A1 A2 تا AN میشه A1 ضرب در AN به توان N دو، این هم ثابت کرد. دو یا تقسیم دو جمله است که دی را کیو رو بهمون میده، یا سه تک جمله است که یاد سه لاب بیافتید یا جمله عمومی بیافتید. هر جایی دیدی اینجا به جا مجموعه هم باید برسیم ضرب. خب حواس به من اگه دیدی هیچ کاری نمیتونی تستت کنی، یعنی ضرب نبود، تقسیم نبود، تک جمله نبود، با همین تک جمله برید. اگه دیدید بچه سوالتون رو نمیتونید هیچ کاری کنید، از قواعد سه لاب یا تک جمله برید، یعنی جمله عمومی برید. یعنی چی؟ منو نگاه کن لعنتی. الان میگی آقا ندیه تو به ما گفتی یا ضرب باشه یا تقسیم. مگه آقا ندیه هنو نگفتی؟ گفتی یا ضرب باشه یا تقسیم. الان آقا ندیه حالا اینم باز نمیشه، یا مجید اینم بازش کن دست نخیز. خب نیست آقا نقیه، الان بینش جمعه، خاک بر سر من. آقا نقیه بینش جمعه، چیکار کنیم بچه ها بینش جمع بود؟ از قاعده تک جمله برید. یعنی چی؟ این A1 آسره مگه نمیتونه بنویسیم A1 Q2 یعنی از جمله اون شد چهل. A2 رو بنویسیم A1 Q، A4 هم بنویسیم A1 Q3 شده 80. هر موقعی تو تستاتون هیچ کاری نتونستید بکنید یا از جمله عمومی بابا برید، یا برید سراغ چی؟ تک جمله. حالا پسر خوب، دختر خوب، دمتون گرم، از A1 یه فاکتور میگیریم میشه 1 به اضافه Q2 40. آفرین زهرا خارم، اینجا هم از A1Q فاکتور میگیریم میشه 1 به اضافه Q2 شده 80. بنازم قدرت خداوند تبارک و تعالی. حالا تقسیم کنید،
تو سوالای تصاوت هندسی هر موقعی هیچ کاری نتونستیم بکنین چیکار میکنین بچه ها؟ تقسیم میکنین. خب باز نمیشه هر کاریش میکنین. حالا ببین چقدر راحته، این یک به اضافه کیو دو با یک به اضافه کیو دو، آ یک با آ یک، پس تو صورت یه یک میمونه، تو مخرج یه کیو میمونه. 40/80 یه دوم، کیو چند میشه؟ 2. چقدر قشنگ. حالا کیو رو میاد توی این معادله میذاریم، مثلا توی یکی از این معادله ها میذاریم، توی این میذاریم که آیلیت کردم، به جای کیو دو بذاریم 5/1 شده 40، آیکمون چند در میاد؟ 8. آیکمون هم 8 در اومد. طراح محترم چی پرسیده؟ جمله هفتم، آ هفت میشه آیک کیو 6، آیک چند بچه ها؟ 8. کیو دو به توان 6، این دو به توان 3، این هم 2/6 میشه 2/9، 512 گزینه 4. گم زدم بهش. لیلی خانم آخرش تقسیم کردین، 1/(q2) + 1/(q2) رفت، آیک هم با آیک رفت، 1/(q) شد، یه دوم کیو رو گذاشتیم تو که از معادله. الان میگم می نویسیم کیو در اومد 2، کیو رو گذاشتم توی این معادله، بالا یکی هایلایت کردم، 1/(4) 5/5 = 1 = 40، آیک میشه 8. طرح جمله هفتم خواسته. آره اون نمیزنه مجید، گرمه. اینم روشن کن، لا اینا بازش کن، باز نمیشه. دستت الکل بزن کثیفی مجیدی. گرفتی؟ تست شورستی رو حلش کنی. مهشاد مهم رفیان خیلی نگرانته. مریم حلش کنی، حلش کنی. نکته را بریم سوی بچه این نکته را. در حل تصاعد های، در حل مسائل تصاعد هندسی، در حل میگم که نمیزن، در حل مسائل تصاعد هندسی هرگاه نتوانستیم کاری بکنیم از جمله عمومی و تک جمله کمک میگیریم، و برای حل دستگاه کافیست نسبت ها رو به هم تقسیم کنیم. وا ویلا آقا مجیدی، وا ویلا. ببین بریم بتره کنیم، آماده این همه شروع کنن. اینجا رو نگاه کن، گفته دیگه دنباله هندسی چنین چیزی داریم. یه چی بهتون بگم لالیگا، بگرخی گرخیدن رو نگاه کن. بهتون قول میدم تو این سبک سوالا نگاه کن. این سوال گفته جمله اول سوم چهل، دوم چهارم چهل، هشتا دوم چهارم. بچه این دو تا جمله چند تا اختلاف دارن؟ دوتا. اینا چند تا اختلاف دارن؟ دوتا. الان اینجا 5 و 9 چقدر اختلاف دارن؟ 4 تا. 7 و 3 چقدر اختلاف دارن؟ 4 تا. به شرفم قسم میخورم باید تعداد اختلافاشون یکی باشه، اگه نباشه اصلا نمیتونم بهتون بدن. ببین یعنی سخت میشه بچه ها. میبینی من یه چی بگم بعد موقع بچه ها اصلا یه سری کامنت برای من میذارم دایرکت میدن یا توی اینستا این طرف اون طرف. خیلی خوبه. ببین بچه ها ریاضی جز اون درساییه که شما تست زیاد میزنی من چی دی؟ بعد یه مدت که تست زیاد میزنی بچه ها حرفش میاد تو دسته. هر اسکلی تو دنیا بلده کیو چجوری به دست میاد، ولی چرا این تست با تستای قبلی فرق داره؟ چون شما تجربهش رو ندارید. پس شما نیاز به یه تجربه دارید. شما اوج هنرتون تو امتحان اینه که تجربه داشته باشید.
حواس به من. مرسی. اینجا رو نگاه کن. میگه تو دنباله هندسی حاصل آنو به اضافه آپنج. حالا میگه من چی میگم؟ گفتم جمعه یا از تک جمله برین یا سه لاف. خب من میگم طبقه نهم ها میذارم باشه، طبقه پنجم ها میذارم باشه، طبقه نهم ها اینطوری میتونم بنویسم. آپنج کیو چار به اضافه آپنج آنو آپنج کیو چار اینم آپنج آسم که خودش آ هفت رو چی بنویسم؟ آ سه کیو چار. یا خدا آ پنج فاکتور بگی کیو چار به اضافه یک. الله اکبر. آ سه فاکتور بگی یک به اضافه کیو چار. برو شما دوتا با هم برو ببینم میشه آ پنج به آ سه. از طبقه پنجم به طبقه سوم چند طبقه است؟ دو. پس من کیو دو رو میخوام. این جمله تقسیم بر این جمله میشه کیو. پس کیو ما میشه دو به توان سه رادیکال دو تقسیم بر دو به توان رادیکال دو. پایه ها با هم برابرم می نویسم، توانا را از هم کم می کنم. سه رادیکال دو منهای رادیکال دو، دو رادیکال دو. این از این. خب پس کیو دو کیومون چند شد؟ دو به توان دو رادیکال دو به توان دو. توان تو اون ضرب میشه، میشه دو به توان چار رادیکال دو. گزینه یک بچه این چار. این تایپیست من بعضی موقع این 4 9 اشتباهی میزنه. بچه‌ها حواست باشه گزینه دو همین نمیشه. فهمیدید؟ یه بار دیگه آخرشا کیومون کیومون میشه این جمله تسا این جمله. پایه های یکسان توانه رو کم میکنم میشه دو رادیکال دو. کیو دو دو به توان دو رادیکال دو به توان دو. توان تو این ضرب میشه، میشه چهار رادیکال دو. دو به توان چهار رادیکال دو. حل تیکه صورتی که گفتم سعاد تیموری ملیکا گفتم فایزه نمیفهمم چی نوشتی به زبان ایتالیایی نوشتی فاوند و ایدال هوا دی ای فاویتو نتو کوا. قربونت برم لیلی، مهمان، ملیکا، ستایش، خودتو عالی. هم فکرم فایز یه لحظه زبان ایتالیایی نوشی. اینه تو شند پروز و رکتو رفنتی تیو فاتو یه؟ کیو آیناز کریمی این جمله را تقسیم بر این جمله کردیم. پایه هاشون یکی بود، توانای خاک بر سرشون از هم کم کردیم. سه رادیکال دو منهای رادیکال دو، دو رادیکال دو. نمیتونم ترجمه کنم مریم. خب اوه 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 چه خبره یا اول فرصه. اینجا رو نگاه کنید بچه، یا یه تونه جلسه پیشی گفتیم نه بابا من که فوش بلد نیستم بچه اصلا از این حرف از من نخواه اصلا اصلا حرفش نزنید بچه. ما جلسه پیش گفتیم ببین تو رو خودم میخوام یه چی بهت یاد بدم. میگفت بین آبی ام تا واسطه چقدر شما ها رو اذیت میکردن. نگاه کن نگاه کن بیا 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 تو درس بیا تو درس. میگفت دیه عددی، میگفت وقتی دیه عددی رو میخواستی به دست بیاری از چنین عددی میرفتی. میگفتم بیه منهای آب ریا امه به اضافه یک که هفته پیش جلسه بیش ثابت کردیم چرت و پرت این فرمول. بعد تازه به قرآن تو هندسی مجدی میگفتن کیو چنین چیزی میشه. مجدی ببین چی میشه آدم اینو میگه مجیدی؟ بگو میگرخه. خب مجیدی هم گرخید آشغال بچه. چرت و پرت چرت و پرت اصلا نیازی به این کارا نیست. خانم آقایون پدر مادرایی که دارید میبینید گوش بدید به من، گوش بدید به من، حواس به من، حواس به من.
کلمه درجه این واسطه، پدر خوب مادر خوب که داری فیلم ها میبینی، درجه این واسطه، وقتی میگن درجه این واسطه باید بری قدر نسبت رو پیدا کنی. تو تصاعد عددی بود قدر نسبت میشد تفاضل، تو تصاعد هندسی بود قدر نسبت میشد تقسیم. نگاه کن برام، میگه بین دو عدد 4 324، بین دو عدد 4 و 324 سه عدد چنان درج شده که 5 عدد تشکیل تصاعد دهند. اینجا سه عدد چنان درج شده 324 که 5 عدد تشکیل تصاعد هندسی میدم. جواب بده همه دوا لفظه مانم راحت بشه. آها اینجا رو نگاه کن بچه ها، من الان وقتی اینو دارم بخوام کیو رو به دست بیارم جواب بدین، میخوام جواب بیاد اینجا با چه جوری کیو رو به دست بیارم. برای کلمه این درست بگی، بگید ببینم این جمله چندمه؟ اوله، دوم، سوم، چهارم، اینم پنجم. آفرین. از طبقه پنجم تا طبقه اول چند طبقه؟ 4 طبقه. طبقه پنجم 324، طبقه اول 4 شده کوچا 324 میشه 81. چه جوری من 324 به 4 راحت پیدا کردم؟ ببین 32 به 4 8، 4 به 4 1 81 تموم شد. حالا کدی مجری 81 شد کیو 4. آقا مجری کیو میشه 3، کیو میشه 3، یعنی اینا رو ضرب در 3 کن. یا خدا مجیدی 4 3 تا 12 3 36 3 به قرآن اگه بگی 108 داری نیست ضربش داره بابا ضعیفه. حالا گفته مجموع هر این 5 تا چند تا میشه؟ به این مجید من چجور حساب میکنم؟ یه 300 تا، یه 400 تا، یه 440 تا، 460، 484 تا. پس منفی 3 چی؟ منفی 3 چی؟ کیوت میتونه منفی 3 هم باشه. خب بعد اگه منفی 3 بشه به 324 نمیرسی. محمد محمد چون مثبته افزایش یافته. بارکلا های درمی آفری زهرا. خب حالا یه چی به تو بگم بگرخین ندارین ها، اینا تو جزوتون هم ندارید چون بچه های خوبی هستید دیگه. به انرژی دادی براتون میگم بریم بگرخین. بیا اینجا میخوام یه چی بهت بگم. بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا، حواسه به من. نمیرسی منفی 3 توان 5 بشه، جمله زوجش منفیه، اون جمله 5ش مثبته، بعد مجموعش 100% مثبت نمیشه. گزینه ها رو نگاه کن مانی. هله آمانی. خب کارت درسته آنی جون. بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا. یکی من های ایکس تو فقط گوش میدی ها، بشینیم کمرمون درد گرفت بچه. یکی من های ایکس تو رو چجوری تجزیه میکنی؟ میشه یکی من های ایکس در یکی من اضافه ایکس. خوب گوش بدید تا بهت گفتم چی کاکا همون کارو میکنی، یا فقط گوش بده. یک به نهای ایکس رو چجوری تجزیه میکنی مجیدی؟ میرسیم یک به نهای ایکس، یک به اضافه ایکس به اضافه ایکس تو مجیدی. یک به نهای ایکس رو چجوری میتونی؟ یک به نهای ایکس به اضافه ایکس به اضافه ایکس تو به اضافه ایکس. فرقی چی شد؟ حالا بذار اونوری چو بهتون بگم اول. یه لحظه این هم میشه با الان مجید ایکس های منهای یک میشه ایکس منهای یک در ایکس اضافه ایکس های منهای یک. آقا مجیدی چی میشه؟ در ایکس دو به اضافه ایکس به اضافه یک.
ایکس رو من آقا مجیدی چی میشه بگو به قرآن ببین چه چیزایی حواستون نبوده مجیدی به نظر ایکس رو من آقا یک چی میشه نظام جدید گن زدن بهشون یعنی یه کاری کردن بدبخت نظام جدید اصلا ریاضی رو نفهمه داره چه اتفاقایی میفته بچه باید این رو بلد باشید بچه ها باید یه فیل و فنجون رو توش میگرخیدید این همون فیل و فنجونیه که میگرخیدید الان غیر فیل و فنجون هر توانش رو ادیاد دادم حالا میگه آن اقیه وسط تصاحید این چیه داری درس بودید بذار هفته دیگه میخوام اتحاد یعنی به قرآن هفته دیگه غیبت کنی بدبخت تو ریاضی میخوام اتحاد و توانهای گویا درس بدم لالیگا بعد به درد میخوره کاربردی ها نه اینکه بشینیم آب اضافی به توان دوره یاد بگیریم نه اینکه حتی اینو بشینیم یاد بگیریم این کاربردی چی میشه مجدی این دوره چنده بعد یه دونه اشرف چند مون 9 8 7 6 5 1 قبول مجدی این چند بود مجدی یه دونه اشرف چند مون این هیچی نیست این خره خب هیچی نیست خب قبول مجدی حالا مجدی میدونی چی کار میکنه میاد اینو بهت میده یعنی چی آقا مجدی مثلا به تو گفت x9 x8 x7 الاخر به نظر من اینجا حواس جمع نباشه اینجا خیلی مهمه مجدی به نظرت x9 x8 x الاخر گفت من باید زبدر چی کار کنم دمت گرم مجیدی چه باهوش شدی مجیدی میگه آقا باید ضرب در ایکس منهای یکش کنیم تقسیم بر ایکس منهای یکش کنیم چرا این کارو میکنی ایکس منهای یک دستا ایکس منهای یک اولا ضرب در یکش کردیم ضرب در یک شده دیگه مجیدی حالا مجیدی این دوتا تو هم ضرب شد به چه درد میخوره x تو x هش x به اضافه یک زد در x منهای یک میشه چی؟ ببین یه دونه به این نوع اضافه میشه میشه چی؟ میشه x ده منهای یک تقسیم بر x منهای یک یعنی رابطه به اون شلوغی ها ملیکا عباس بویا نازنین علی مانی ستاره مانی به یه رابطه کوچیک تبدیلش کردی همه قبوله دیگه دوباره هفته بعدی چرا میگردی؟ عکس بگیر از این ببینم عکس بگیر ببینم کار دارم بعد به همین قسمت جزء اضافه کن آره زهرا چوک شوک کردم یعنی چرا چوک شوک کردم نمیفهمم دقیقا چیکار کردی حالا وایسا راحت بان کار دارم بچه ها اینو به من ساده شو بگید بچه ها اینو ساده شو به من بگید مجدی به نظره x24 x23 تا x به اضافه 1 مجدی میگه بچه ها گوش بیدید مجدی بگو مجدی این دوتا تو هم زرشن به قرآن مجدی بعد 5-6 سال داره اینا رو جواب میده به قرآن میبینید بچه ها یه چنین رابطه یه اومدم اونطوری نوشتم حالا بریم میگه به چه درد میخوره نقیه مرض داری یم نه اینجا رو نگاه کن مجیدی حالا میخوام یه کاری کنم مجموعه این جمله رو بگم بیا اینجا عباس آقا رادمان بیا بابا علی آقا مجموعه این جمله تصاعد هندسی ها میخوام بگم تو کتاب درسی بچه های رشته تجربی نیست رشته ریاضی ها تو کتاب 11 همشون داشتم ولی الان میخوام اثباتش کنم ولی به درد تو میخوره بچه یاد بگیرید تو تصاعد عددی این جمله شو گفتم اینجا میخوام بگم بچه ها مجموع این جمله تصاعد هندسی SN یعنی A1 به اضافه A2 به اضافه AN مجموع A1 کم A1 A2 چی بود؟ A1 کیو A2 چی بود؟ A1Q A3 مجدی AN چی بود؟ A1Q N منهای 1 یکی ازش کم میشد دیگه یه طبقه میرفتیم کمتر
به 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 اسم ببین چقدر ریاضی درس قشنگه. مجید همه را از چی فاکتور بگیرم؟ از اولی چی میمونه؟ بعدی تا مجیدی اینا تو رو یاد چی میندازه؟ آها بگو مجیدی تو رو خدا بگو یک منهای کیو آفری تقسیم بره یا الله مجیدی این دوانش چیه؟ پس این تو این ضرب بشه میشه یک منهای کیو به توانه یه آیه کم داریم پس من اوه 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 میشه یک منهای کیو به توانه این تقسیم بره یک منهای واو بچه های رشته ریاضی میفهمن چیه براشون اثبات کردم چون تو کتابشون دارن تجربی ها ندارن ولی تو کنکورشون میاد فهمیدین چی شد؟ نه آفرین که نه طبیعیه که نه خب آفرین تیکه آخرش تا اینجا رو کیا نفهمیدن تا اینجا این تا اینجا که هیچ کاری نکردم من باید فهمیده باشم عباس آقا تا اینجا اسن مگه نبود آیک آدو تا آین آ1 آدو آ1 کیو آس آ1 کیو دو جمله تو نوشتم همه رو از یه آ1 فاکتور گرفتم تا اینجا همه رو از یه آ1 فاکتور گرفتم خب حالا نگاه کن اینا همه گوش بدی اومدم زب در یه یک منهای کیو کردم تا سو یک منهای کیو طبق این اتحادی که قبلا یاد داده بودم چند دقیقه قبل گفتم اسکرین شات بگیرید این توانش n منهای 1 خب وقتی تو یک منهای کیو ضرب بشه میشه یک منهای کیو به توان n یا یک به اضافه x تا x 10 گفتم ضرب در یک منهای x تقسیم بر یک منهای x میشد یک منهای x 11 تقسیم بر یک منهای x تموم شد دیگه چند دقیقه پیش یاد دادم این 10 شد 11 n منهای 1 شد n یا یکم که اینجا کوچولو برای خودش داشتیم تو مخرجم که یک منهای کیو آره زهرا خانم همه خوب یاد گرفتی از این به بعد اسن هندسی میشه آ1 یک منهای کیو به توان ان تقسیم بر یک منهای کیو خوب یاد گرفتید همه یاد گرفتید خدا وکیلی دارم همه را ثابت میکنم یعنی یه دونه را ثابت کردم نمیندازم من را نگاه کن مثلا اینجا را نگاه کن مجیدی محشاد گوش بده ده حالا مجیدی میگه تو این دنباله 2 4 8 میگه مجموع 10 جمله اول اس 10 میشه آ1 چنده؟ 2 یک منهای کیو چنده؟ 2 به توانه تقسیم بر یک منهای 2 مگه نباید بین جمله ها نه این ضرب نیست جمله هاش اینه 2 و 4 و 8 زهرا گفتم مجموع 10 جمله اول این سوالشو بخون زهرا مجموع 10 جمله اول خب یک منهای 2 منفی 1 1024 منهای 1 1023 1023 میشه ضرب در 2 با علامت منفی 20 چلشش نه دیگه اینجا منفی میشه این عبارت با این منفی میشه زهرا طاهری کجا اثباتش چی؟
اونا جمعه دیگه زهرا. من نمیفهمم. اون مال حاصل ضرب این جمله بود، این مجموع این جمله است. چرا گیجبازی در میارید؟ کی عددی بود؟ یا خدا این کجاش عددیه؟ 2 4 8 این ضرب در 2 شده، این ضرب در 2 شده. سارا کجا شما توجه نشدی؟ چه خستگی بابا، من که اوکی هم. آقا اثباتشو جمع بزن بهش. به من یه موقعی تو تصاعد هندسی گوش بده، به من هندسی میگیم حاصل ضرب این جمله. چند دقیقه پیش ثابت کردیم آ یک ضرب در آ ان به توان ان دوم حاصل جمع این جمله میشه آ یک یک منهای کیو به توان ان، پس آ یک منهای کیو همین. گرفتید؟ استاد من رو گوش بده. گرفتید؟ الان همه گرفتید؟ اثباتش هم نفهمیدی بعد ببین. اوکی؟ حالا گفتم مثلا به تو میگن 2 4 8 این بگن یه دنباله است، یه دنباله است. دنباله چیه؟ هندسیه. گوش بده به من، این هندسیه. الان کیوش هم چنده؟ 2 دیگه، همه ضرب در 2 شد. دوباره شروع کردن بچه ها وسط کلاس نشینیم با هم چت کنیم. تو این دنباله بگه مجموع 10 جمله. تو به جای اینکه دهنت سرویس بشه بنویسی 2 4 8 16 الاخر، دهنت سرویس دیگه این عدد رو با هم جمع کنی. خب میای میگی چی؟ میگی به جای اینکه این عدد رو با هم جمع بکنم آ یک دوه یک منهای کیو دوه، 10 تا جمله ان دهه تقسیم بر 1 منهای کیو، 2 1 منهای 2 به توان 10 میشه منفی 1023 به منفی 1، پس میشه 20 46. دیگه فهمیدید؟ خیلی تابلو شد دیگه. اوکی خب حالا چرا اینو گفتم؟ نگاه کنید بچه ها تو این تست مجموع این تست بود، گفته بود مجموع این 5 عدد چند. الان نگاه کن مجیدی جمله اول چنده؟ کیو چنده مجیدی؟ آف چند تا عدده؟ خب بگو حالا اس ان اس چی میشه؟ یک منهای 3 منفی 2 با این 4 میشه منفی 2 سه به توان 5 243 میشه منفی 242 4 8 4 480. دیگه چرا راحت‌تر به دست اومد؟ نه محمد مهدی شریفی نه. حالا فهمیدی چرا تو درس دادم؟ نداری محمد مهدی ضرب برای این جمله تساعد عددی.
پس شدیم. خب یه چیز دیگه هم بهتون بگم بعد میریم دیگه، اینم بگم که درس تساعد عددی یه به یه جایی رسته باشه. ترکیب تساعد عددی هندسی چیه توضیح بدم؟ آین از کریمی خدا رو شکر. محصا وایسا آین از چی شد توضیح بدم بابا؟ آین از بچه های کجایی؟ مدرسه ای؟ آین از کریم مدرسه هست؟ آین از تو گروه باید برام بفرست برای دوکی میکنم. باشه بابا عزیزم. سی و دو فکر کنم میشه چهار رادیکال دو گزینه سه میشه. حالا میگم که خسته بشه اینم بگم. خب بذار حالا این مطلب چطوری نیست گوش بدیم به من. من یه چند تا یه چی بگم. اولا بچه ها تا صفحه چند میشه اینجا؟ 11. تست تکمیلی ها برام کجا فرستادی؟ تو واتساپ فرستادی؟ گوش بدیم به من. مجیدی رو پیدا کنیم. بچه ها گوش بدید. حواسا اولا جزوه از صفحه 1 تا 11 کامل اوکی میشه به اضافه تا الان برای تساعد عددی فیلم 3 تا فیلم دادم برای تساعد عددی، برای هندسی هم 2 تا هندسیه به احتمال زیاد، برای هندسی هم 2 تا. خب اینا هم کامل میبینید از الان تا هفته دیگه میشه 5 تا فیلم. حتی بچه هایی هم که بلدید ببینید دوره میشه برات. اگه بلدی میبینید تکرار میکنید. من توی یک از گروه هایی که بچه یه سوالی پرسید از تو جزوه بود از رو هم جوابشو ندادم. چرا؟ چون فیلمش تو کانال بود حل کرده بودم. بله الان 3 تا فیلم دادم. 3 تا فیلمه. 2 تا فیلمه برای هندسی میذارم براتون. این تا اینجا. پس جزء صفحه 1 تا 11 کلاس فیلم اینطوری. بعد یه جزء تست تکمیلی گذاشتم. کانال خودم دیگه عدسای نقیه. سه تست تکمیلی که تو کانال گذاشتم. فقط بچه ها جزوه 1400 شما انتخاب بکنین ها. جواب میدم نه الان نه به تو میگم چیکار میکنم. از تست 1 تا 40 تست 1 تا 40 حل شود. آقا مجیدی فکر کنم هفته دیگه بچه کلاس ما آنلاینه. خب همین حال میگم میگم الان بشو میگم. خب گوش بده من چش میذارم. فکر کنم و نمیدونم فعلا به ما اجازه ندادن. ای حالا همه میرم وای نه. خب به من گوش بده یه لحظه چشم. من که خودم حضوری باشم دوباره نمیذاری من حرف بزنم.
عباس بچه ها من ایستم بگم بچه هایی که بچه آنلاین ثبت نام کردن بر روزهای سه شنبه 6 تا 9 بیان، بچه های کلاس آنلاین با بچه های کلاس حضوری فرق دارن ها، بچه هایی که آنلاین هم تو این کلاس، کلاس های من روزهای سه شنبه 6 تا 9 دیگه. حالا برای روز دوشنبه ما خودمون میتونیم یا بعد برن تو چیز وبلاگ میتونیم خودمون بزنیم، آره گوش بده، دوشنبه روز دوشنبه حواسا من باشه، چشم میذارم راد حواسا باشه عباس، حالا طور نیست به من گوش بدیم، فعلا روز دوشنبه ساعت 10 شب دوباره به من سنم آقا 10 صبح، آقا 10 شب، آقا ما صبح خوابیم، آقا 10 شب، آقا شب خوابیم به درک 10 شب، خب ساعت 22 یه لینک معرفی میکنم، خب یه لینک تو کانال براتون میزنیم، تو همین کانال همه بچه ها باید روز دوشنبه 10 شب این آزمون رو بدن، آزمون تو آنلاینه گرفتی؟ بعدا به حال تو آزمون ندید، لینک رو به تو میگم کجا برگزار میشه، آزمون باید بدید، درس نخواهی بخونی نمیام سر کلاس، کلاس رو تعطیل میشه به خدا. اوکی آزمون یادتو نره، جزوه کامل، فیلم ها رو ببینید کامل، تست تکمیلی 1 تا 40، تست تکمیلی هم فیلم هاشو براتون میذارم، اونو هم میذارم، بله داخل کانال، بله مسلمان این هفته ای که میاد، حالا دوشنبهش رفته، هفته دیگه میشه، حالا ده شب لا اله، بله بله چشم اوکی گرفتید؟ بخونینا حتما بخونید که انشالله اوکی بشید بریم جلو، بعد یه تو گروه الان توضیح میدم زهرا من ویتامین سی باز نشد آخر آی دار نگاه کن، مرسی شما قصه نباشید، خود تو حالی بودید، دوست تو دارم، عشقید بچه ها، بله شما هم خسته نباشید، شما هم قلب مایید، خدا حافظ، خدا رو شکر.